خانم شبنم شاهروخی از جمله 10 بوکسور برتر ایرانی می باشد که تاکنون موفق به کسب جوایز متعدد و زیادی شده است. او به خاطر مشکلاتی که با مسئولان سازمان ملی ورزش ایران پیدا کرد مجبور به ترک ایران شد و دیگر به او اجازه بازگشت به این کشور نیز داده نشد. او هم اکنون تصمیم دارد که در خارج از ایران ادامه زندگی خود را بگذراند و دیگر تصمیم ندارد که به کشور ایران بازگردد. در ادامه خلاصه از زندگی ورزشی و شخصی این ورزشکار را خدمتتان شرح خواهیم داد و شما را با این ورزشکار مشهور و پرتلاش ایرانی آشنا خواهیم ساخت. پس ما را در ادامه همراهی نمایید. شبنم شاهروخی و همسرش در کجا زندگی می کنند؟ و یا اینکه شبنم شاهروخی اهل کجاست؟ و یا جریان مهاجرت شبنم شاهروخی چه می باشد؟ همه از جمله سوالاتی هستند که برای علاقمندان و طرفداران این سلبریتی به وجود آمده است، چرا که بسیاری از افراد نمی دانند که جزئیات زندگی این فرد مشهور چه می باشد و سعی دارند که درباره این سوالات اطلاعات کافی را به دست آورند. پس در ادامه شما را با این ورزشکار ایرانی آشنا خواهیم نمود و به شما میگوییم که چگونه او بعد از مدت ها فعالیت در ورزش ایران مجبور به ترک این کشور شد. این ورزشکار متولد 24 خرداد ماه سال 1362 می باشد و طی سالها فعالیتش در بوکس ایران موفق شده است و افتخارات و جوایز متعدد و ارزشمندی را به دست آورد. فعالیت در حرفه ورزشی بوکس او را با فردی به نام احمد معین شیرازی آشنا نمود و باعث شد که میان آنها یک رابطه عاطفی شکل بگیرد. این دو هم اکنون با دیگر ازدواج کردند و در کنار هم زندگی می کنند. شبنم مدرک تحصیلی خود را در زمینه ادبیات فرانسه به دست آورد و دوره تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد تهران پشت سر گذاشت. به خاطر فعالیت گسترده شبنم در اینستاگرام، عکس‌های زیادی از او در صفحه مجازیش در اینستاگرام در دسترس است و بیش از 2200 پست را که همه عکس‌های خود را در کنار دو فرزند و همسرش می‌بینید. او این عکس‌ها را در اینستاگرام خود منتشر نموده است و هم اکنون نیز این عکس‌ها را در دسترس دارد. کلاب هاوس شبنم شاهروخی و یوتیوب او از جمله اکانت های او در میان شبکه‌های مجازی می باشد که هیچ فعالیت خاصی را با مخاطبانش در آن به اشتراک نگذاشته است و شما قادر نخواهید بود که او را در این دو شبکه مجازی دنبال نمایید. پیکاسو لقب همسر شبنم شاهروخی می باشد و نام اصلی او نیز سید احمد معین شیرازی است. آنها سال هست که در کنار هم دیگر زندگی کردند. این ورزشکار و همسرش چند سالی که در ایران زندگی کردند مسیر دلخواه خود را طی نبودند و به همین خاطر محکوم به گسترش و رواج زندگی بی‌فرد و مستهجن خود شدند و به 7 سال حبس محکوم شدند. او و همسرش در ابتدا در کشور آمریکا ساکن شدند و دوباره تصمیم گرفتند که مهاجرت کنند و هم اکنون نیز در کشور ترکیه زندگی می کند. مهدی رستمی شبنم شاهروخی را چندین بار مورد قضاوت خود قرار داده و همیشه نسبت به او حساس بوده و افشاگری های زیادی را نیز درباره او انجام داده است. او کلیپ های زیادی را درباره او ساخته و در یوتیوب و اینستاگرام منتشر نموده است. یکی از این افشاگری ها درباره حکمی بود که برای او صادر شد. او در این حکم به 16 سال حبس و چند ضرب شلاق محکوم شده بود. حکم حبس شبنم شاهروخی و همسرش مدت‌ها بیشتر صدای بسیار زیادی را به وجود آورد و باعث شد که افراد زیادی بخواهند که درباره آن اطلاعاتی را به دست آورند. پدر این ورزشکار اما تمام تلاش خود را صرف نمود تا بتواند دخترش را از این ماجراها نجات دهد و سعی کرد که نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دهد و از دخترش دفاع کند. برای این ورزشکار تاکنون حواشی و شایعات زیادی به وجود آمده است و نمی‌دانیم که کدام یک از آنها حقیقت دارد و کدام یک کذب و دروغ می باشد.
به طور کلی می‌دانیم که او هم‌اکنون مجرد است و مدتی است که از همسرش جدا شده و دیگر هیچ عکسی را از او منتشر نمی‌کند و تمامی عکس‌های او در کنار فرزندانش می‌باشد. به هر حال چون که او تا این لحظه خبر قطعی پیرامون این موضوع منتشر نکرده است، چندان از صحت آن با خبر نمی‌باشیم. دو فرزند او شباهت بسیار زیادی با شبنم دارند و هم‌اکنون در کنار او زندگی می‌کنند، زیرا به تازگی متوجه شده ایم که گویا زندگی خوب او و همسرش دچار مشکلاتی شده است و گویا در حال جدا شدن از هم می باشند. اما این ورزشکار تصمیم دارد تا فرزندانش را به تنهایی بزرگ کند. اگر بخواییم به تمامی حواشی که درباره این سلبریتی به وجود آمده است بپردازیم، باید بگوییم که او تا کنون درگیر ماجراهای زیادی شده است. اما از حاشیه‌هایی که زمانی که در ایران بود برای او به وجود آمد، سوء استفاده این ورزشکار از نفوذ همسرش می باشد. او برای آنکه در مسابقات پرتغال و اسپانیا که به صورت جهانی برگزار می شد شرکت نماید، مجبور شد که از نفوذ همسرش استفاده نماید و این واکنش‌های زیادی را با خود به همراه داشت. اما او هیچگاه این حواشی را تایید نکرد و به تکذیب همه آنها پرداخت. تاکنون مصاحبه‌های زیادی با این ورزشکار انجام شده است و اگر بخواهیم به تمامی مصاحباتی که با او صورت گرفته است پاسخ دهیم، باید بگوییم که او در این مصاحبه‌ها درباره خانواده‌اش در تهران و همینطور دو فرزند و همسرش اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار داده است و از زندگی خود اطلاعات گسترده ای را منتشر نموده است و تمام اطلاعاتی که از او در دسترس است همه معتبر می باشند و مورد تایید او نیز قرار گرفته است.